سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوایم تقویت اعتماد به نفس با 6 راهکار تضمینی رو در این ویدیو به شما معرفی کنیم. اعتماد به نفس یه جور طرز فکر مثبت راجع به خودتون و توانایی هاتونه و درست همون موقعی که همه چی به هم میریزه میتونه به فریادتون برسه و به شما کمک کنه تا در برابر مشکلات قوی باشید. بزرگترین و موفق ترین آدم هایی که میشناسیم هم گاهی اوقات دچار کمبود اعتماد به نفس میشن. برای تقویت اعتماد به نفس مثل هر توانایی و مهارت دیگه ای باید تمرین داشته باشیم تا بتونیم اون رو مدیریت کنیم، اما وقتی بتونید خودتون افسار رو به دست بگیرید پیشرفت میکنید و زندگیتون از این رو به اون رو میشه. امروز در این ویدیو 6 راه رو برای بالا بردن اعتماد به نفس با هم بررسی میکنیم. لطفاً تا پایان این ویدیو همراه من باشید. اولین راهکار اینه که از زبان بدنتون به درستی استفاده کنید. زبان بدن هر کس نشون میده که اون فرد چقدر به خودش اعتماد داره. از چهره بعضی آدم‌ها میشه فهمید که حتی خودشون هم خودشون رو قبول ندارن. طوری خودتون رو نشون بدید که همه بدونن میتونید هر موقعیت رو مدیریت بکنید و بر اوضاع کاملا مسلط هستید. اگه اعتماد به نفس رو در ظاهرتون نشون بدید و از زبان بدنتون به درستی استفاده کنید، نه تنها حس میکنید که از پس هر چیزی برمیایید، بلکه دیدگاه دیگران هم نسبت به شما تغییر میکنه و به توانایی هاتون اعتماد میکنن. سرتون رو بالا بگیرید، صاف بشینید، به آرامی شانه هاتون رو عقب ببرید تا در راستای ستون فقراتتون قرار بگیره. شلو ول دست ندید و وقتی صحبت میکنید مستقیما به فرد مقابلتون نگاه کنید. دو، درست لباس بپوشید. وقتی ظاهرتون خوب باشه احساس بهتری نسبت به خودتون خواهید داشت. لباس ها و لوازم مناسب انتخاب بکنید. زندگی و کارتون رو جوری نظم و ترتیب بدید که در خور شخصیت شما باشه و احساس بهتری نسبت به خودتون پیدا کنید. همه اینها باعث افزایش اعتماد به نفس شما میشه. لباس هاتون باید طوری باشن که موفقیت رو نشون بده. لوازم شخصی شما نشون دهنده شخصیتتونه. پس در انتخابشون دقت بکنید. یه لباس مناسب و زیبا که توجه بقیه رو جلب کنه میتونه به شروع یه مکالمه کمک خیلی زیادی بکنه. 3. جسورانه و جذاب صحبت بکنید. سخنرانای خوب با اعتماد به نفس، با ثبات و با یه ریتم مناسب صحبت میکنن. اونها یاد گرفتن در صحبت کردن تاثیرگذار باشن. به جای اینکه حین سخنرانی توپق بزنن و گیر کنن، شمرده حرف میزنن و بین صحبتاشون مکث میکنن. یه لحن جسورانه، جذاب و در این حال مؤدبانه برای صحبت کردنتون انتخاب بکنید تا اعتماد به نفستون رو نمایش بدید. اینطوری عزت نفستون بیشتر میشه و به خودتون ایمان میارید. برای اینکه جدی به نظر برسید، خیلی هیجان زده و عصبانی نباشید و زیادی نخندید. اگه مردم حس رهبری رو در شما ببینن، به صحبتاتون بیشتر توجه میکنن. 4. مثبت فکر کنید، مثبت عمل کنید. انرژی مثبت باعث نتیجه مثبت هم میشه. پس سعی کنید نیمه پر لیوانو ببینید و به مسائل منفی فکر نکنید. همیشه لبخند بزنید، بخندید و با آدم‌های مثبت معاشرت کنید تا هم خودتون احساس بهتری داشته باشید و هم کسایی که دور و برتون هستن. یه دفترچه یادداشت داشته باشید و هدف‌ها و موفقیت‌های روزانه‌تون رو در اون بنویسید. شکرگزاری و رضایت بابت هر کار مثبتی که انجام میدید باعث تقویت اعتماد به نفس و آرامش درونی شما خواهد شد. 5. مرد عمل باشید. تقویت اعتماد به نفس فقط به ظاهر خوب نیست، باید خوب هم عمل بکنید. توی یه مهمونی یا یه رویداد اجتماعی با آدم‌هایی که نمی‌شناسید سر صحبت باز کنید، یا کار یا پروژه‌ای رو که در حالت عادی براتون ترسناک قبول کنید. اعتماد به نفس داشتن رو تمرین بکنید و مطمئن باشید که خیلی زود عزت نفس جزئی از وجودتون میشه. تنبلی و دست روی دست گذاشتن فقط ترس و تردید برایتون به همراه میاره، در حالی که اگه عمل بکنید اعتماد به نفس و جرأتتون بیشتر میشه. به عنوان یه تمرین ترس‌ها و توانایی‌هاتون رو بنویسید. خیلی‌ها به شما میگن روی ضعف‌هاتون کار بکنید، اما بهتره روی نقاط قوتتون سرمایه‌گذاری بکنید و اونها رو پرورش بدید. اگه وقت و انرژیتون رو وقف نقاط مثبتتون بکنید، اعتماد به نفس در وجودتون جرقه میزنه و روز به روز بیشتر میشه. و اما آخرین موردی که امروز میخوام با هم صحبت بکنیم، آماده باشید. یادتون باشه برنامه ریزی جلوی عملکرد ضعیف رو میگیره. هر چقدر آماده تر باشید احساس شایستگی و مهارت بیشتری خواهید داشت و اعتماد به نفستون هم بیشتر میشه. آمادگی باعث میشه که اتفاقهای بد و ناگهانی زندگیتون نتونن شما رو شکست بدن. همه چیز رو در مورد کار، رشته تحصیلی، هدفها و خلاصه هر چیزی که مسیر زندگیتون رو به سمت موفقیت هدایت میکنه یاد بگیرید. قبل از اینکه یک کاری رو شروع بکنید به انتظارها و هدفهاتون در انتهای مسیر فکر کنید، اما خیلی بلند پرواز نباشید. هدفهاتون و کارهای بزرگ رو به قسمتهای کوچیک و قابل مدیریت تقسیم بکنید. و اما نکته آخری که فکر میکنم اینجا بگم بد نباشه اینه که طولانی ترین مسیرها با یک قدم کوچیک شروع میشن و اگه صبور و ثابت قدم باشید میتونید به راحتی اعتماد به نفستون رو زیاد بکنید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. لطفاً سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. موفق باشید. خدایا رو نگهدارتون.